جوانها و زنان رو به خصوص جلب کرد. این نکاتی بود که به نظر رسید بگم. بعد از این آقای زاهدی، بعدش آقای دکتر مهدی، آقای شان، آقای پیمان مالاس، خانم هما پرتوی، آقای دکتر کیوان فتوحی، خانم من اسمتون رو نمیدونم، بله؟ خانم واعظ، آه ببخشید من نشناختم بدونین، خانم واعظ و آقای منجمی. خانم تویدی چقدر فرصت داریم؟ ما میتونیم تا هفتم اینجا باشیم. ولی خب شما کوتاه جواب. یه آخر هفتم بزنید من جواب. نه من می‌خواستم پیشنهاد کنم که صحبت‌های دوستان رو همه رو بشنویم. اگر فرصت کم هست. یادمون میره. من یکی دو بار اینجوری صحبت کردم. سه تا اوکی خان خب پس می‌خوام برای شما بگم آقای زاهدی بفرمایید. خیلی ممنونم. خیلی شما رو تشکر می‌کنم. یه مقدار بلندتر بفرمایید. بله. سوال من از آقای دکتر محمدی شما هم دوره اقتدار جمهوری رو درست می‌دونید هم بود تداومش و تغییراتش رو تقریبا معنی توی معلوم عوض شدن گفتمانها یا خواستهای مردم در تمام این دوره ها به جا به جایی شده چیزی بر علیه خواست اقتدارگرایی دیده نمیشه یعنی ملت ایران ظاهرن اقتدار آزادی و دموکراسی براش اونقدر ارزش نبوده که به اندازه مدرن سازی، به اندازه ملی گرایی، به اندازه گروه‌های توسعه، غرور ملی، به اندازه توسعه، سازندگی، همسالی همچه این دوره ها به راحتی درست گفتید، به راحتی عوض میشن این مقاومت نیستش اگر مردم ایران براشون دموکراسی و آزادی خیلی مهم بود مقاومت کردن یه گفتمان رو این غالب میشد و نمیتونستم فقط از بین بیاریم مثل همون نیم مردم چیزا دیگه براشون بود خواستم بدم آیا دلیلش همین با شما جوری دیگه نگاه خانم تویدی نهاد اصلا یه چیز جدید بود و در قریب اصلا نهاد نبود
اگر اینجوری باشه ما پس از نهاد دین، نهادهای دیگر اجتماعی، نهاد دولت، نهاد خانواده هیچ کنیم رو اصلا نمرا بسرش صحبت کنیم، چون اینا همه در سمت مدرنش یه شکل جدید بردن. به عبارت دیگه بردن این رسی که شما ابزارهای پیاده کردن یا ابزارهای عملی کارآمدی یک نهاد رو یا کیفیت یک نهاد و مبنای تعریف یک نهاد کنید، در صورتی که خب به هر نهاد روحانیت این یعنی برای من ساده است که شما قاعدن که شما میگید مثلا نهاد روحانیت در قبل از مثلا مشروطه یا قبل از مثلا در ایران بطور مشخصتر ساخته در ایران قبل از مثلا تأسیس حوزه یا حوزه های علمیه نهاد روحانیت به این متمرکز بود، نهاد روحانیت مثلا این مشکلات بود، ولی اینکه بیان بگید چون تلگراف من یک باره نهاد میشه ولی این دور بشه و دیگه اصلا دولت رو نداشتیم قبل از دولت رو به نهایی مثلا دولت ملت جدید رو رفت کنید اصلا دولت نبود چون دولت های قدیم هم تلگراف نداشتن، دستا نداشتن، اوگاری و سوچی و فلان اونم سه هفته بعد ممکن که مثلا تلگراف دولت به این دور برسه به مورد دیگه اگر این مثلا مفهومی رو خود ما دفاع می کنید این وقت دیگه اون خودتون جالبه که در این پای صحبت می اصلا نتیجه های دیگری به نظر من بیشتر با این دیگری که اصلا خریبی من در آن میدونم می کنید با خودتون این نهاد روحانیت از با این دولت هم از بردره از بین نمیده تو برای چی از بین نمیده؟ برای اینکه این نهادیه که همش خودتون کار تفکر این امر مقدس رو مسائل معنوی جامعه نهادی دوره اداری روحانیون هم کارگزاران این نهاد هستن و این نهاد هم یه دست نیست مثل خیلی نهادهای دیگر در همه جای دنیا نهاد یه دست نیست تو واقعا همین مسئله در مورد اقتدارگرایی هم در مورد این تا همینجا شد بذارید این تا نه بایدید در مورد صحبت‌های شما خانم توحیدی که فرمودین برخی از این گفتمان‌های رقیب مثلا گفتمان حکومت قانون در دوره مشروطه یا گفتمان دموکراسی در دوره آقای خاتمی تو بحث من کمتر بهش توجه شد، من کاملا موافق هستم که بهش کمتر توجه شد چون من تأکیدم بر دیدگاه‌های اقتدارگرایانه بود، اون وجهی رو مد نظر قرار می‌دادم که در جامعه موجب تحکیم دیدگاه اقتدارگرایانه میشه. گفتمان حکومت قانون طبعا در دوره ناصرالدین شاه موجب تحکیم اقتدارگرایی نمیشده، یا گفتمان دموکراسی در دوره آقای خاتمی کمکی به تحکیم اقتدارگرایی در دوره آقای حکومت آقای خامنه ای نمیکرده. اما درست است این سخن که هم در دوره مشروطه این گفتمان اقتدارگرایی رقیب داشته و هم در دوره آقای خاتمی رقیب داشته، این رقیب مرتبا قدرت و قوت بیشتری گرفته. اتفاقا ما در دوره جنبش سبز و این دوره‌ای که الان درش داریم تنفس می‌کنیم گفتمان دموکراسی و حقوق بشر نسبت به دوره‌های گذشته با عمق بیشتر و با توجه به ابعاد و زوایای بحث‌های مربوط به دموکراسی و حقوق بشر با عمق و توجه بیشتری داره عرضه میشه. در مورد صحبت آقای زاهدی که فرمودن که در این دوره‌ها جا به جا میشه این گفتمان ها، جا به جاییش یکیش تحت تأثیر جنبش های اجتماعی است. من اشاره کردم به این که هنری که اقتدارگرایی در ایران داشته انعطاف پذیریش بوده، قدرت انطباقش بوده با شرایط در دوره های مختلف وقتی اولویت، البته این نکته که آقای چیز فرمودن آقای مهدی، معذرت میخوام، نکته که آقای مهدی فرمودن که این گفت بحث توسعه مطرح بوده، بحث استقلال مطرح بوده، من اشارم به این بود که در دوره‌های اینها پررنگ‌تر می‌شده یا در اولویت قرار می‌گرفته. حالا اینکه ما چگونه از یکی از این اولویت‌ها به اولویت دیگر حرکت می‌کنیم، بخشش تحولات اجتماعی بوده که عمدتاً پیش‌بینی ناپذیر بوده، مثل انقلاب، مثل جنبش‌های اجتماعی، بخشش هم تحت تأثیر رویدادها یا تحولات جاری فرایندهای اجتماعی بوده، مثل فرایند شهری شدن، مثل فرایند باسواد شدن مردم. اینا طبعا دامن میزده به این